سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. افزایش تلفات حمله مرگبار نمدار و 68 کشته و حداقل 165 زخمی. نظرسنجی تازه در ایالات متحده و خواست نصف امریکاییان به خاطر استیضای رئیس جمهور ترامپ از سوی کنگره ایالات متحده امریکا. و هشدار تازه برای امریکاییان با خطرناکتر شدن طوفان بحری فلورانس. سلام، سرژیو هستم. با تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 ماه سپتامبر سال 2008 است. برنامه کنونی در فیسبوک در یه صدای امریکا نیز بگونی مستقیم نشر میشه و ما هم امید میکنیم تا پایان برنامه ما را همراه باشید. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که طالبان نسبت به گذشته اکنون بیشتر آماده مصالحه شدند. آقای ماتیس با پذیرش این که حملات طالبان در بخشهایی از افغانستان افزایش یافته است تأکید کرد که این گروه اکنون برای تمامیت کشور تهدید باقی نمانده است. آقای ماتیس که دیروز با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که ایالات متحده در مقایسه به 6 ماه گذشته اکنون با وضعیت بهتره در افغانستان حضور دارد. آقای ماتیس با اشاره به انتخاب زلمه خلیلزاد به حیث مشاور وزارت خارجه امریکا در امور افغانستان گفت که آقای خلیلزاد جاگزین الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور افغانستان پاکستان شده و کارش را با صلاحیت زیاد آغاز کرده است. آقای ماتیس گفت که آقای خلیلزاد در این سمت یک معاون داشته و ماموران نظامی ایالات متحده او را در صورت ضرورت هم مشوره خواهند داد. از سوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هدایت داد که از حالت دفاعی برآمده و حالت تعرضی بگیرند. رئیس جمهور غنی این دستور را بعد از وقوع حمله انتحاری در ننگرهار صادر کرد که تعداد تلفات ناشی از این واقعه به 68 تن رسید. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله انتحاری را که گفته شد توسط یک کودک صورت گرفت بر عهده نگرفته است. حمله انتحاری دیروز بر ننگرهار سایه افغانده و تا کنون هیچ گروه و فرد مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. کلاه‌ها، رومال و چپلک‌های در کنار خیمه یادآور 68 تنی است که در این واقعه جان باختند. تهاجم انتحاری دیروز در این محل رخ داد، در حالی که به روز سه‌شنبه صدها مظاهره کننده در منطقه دهکه واقع در ولسوالی مهمندره ننگرهار جمع شده بودند. ریاست صحت ننگرهار آمار کشته شدگان را 68 تن و از مجروحین را 165 تن نشان می دهد. مقامات دولتی می گویند هنوز مشخص نیست که حمله را کدام گروه انجام داده است و محل پلانگذاری این رویداد نیز هنوز تشخیص نشده است. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید جلوگیری از همچو واقعات تا حدی غیر ممکن است، ولی برای تامین امنیت غیر نظامیان همیشه تدابیر اتخاذ شده است. چا کړه د تروس پور څرګند نه دی، ولی زموږ کده د شپی ورګانو هڅه روانې دي. تروس پورې په دې برخه کې کوم اقدامات کړی دي؟ د اچن ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قماندان بلال پاچا، د هغه دور نه میرویس او جلیل د پولیسو له لوري ونیول شول. ولی عبیدالله شینواری معاون شورای ولایتي ننګرهار و باشنده منطقه ای که اکثر کشته شدگان و مجروحین اقارب وایند مدعی است که در این رویداد 73 تن کشته و 230 تن دیگر زخمی اند، آماری که منابع دولتی تا هنوز آن را نپذیرفتند. تقریبا در شهیدان و تعداد تقریبا در وقت پوری جزم معلومات لرم دری او یاو تا ورسیده او تقریبا دار کم که دیشی در تیاو نمواری او در زخمیان و تعداد چی ده اغا تقریبا در 210 پوری ده. در همین حال مجروحین رویداد می گویند که مهاجم انتحاری یک طفل خردسال بود که توسط یک موتر نوای تودی وارد محل تظاهرات شده است. یو تنبو مونده تنبو وارد تنبو که در کسان دن نو بد دیده که بس انتحاری را کرد بس یو دست از بیاد پتا نده لگه در زخمیان نو مولی اوپر داره تودی موتری او دویاد دو بوتا او بس دی اکمت چک پاینا چورا پا آغم را تیر شوام دو پیره تیر را تیر شوام موتر او پدره ما پیره من دی موتر نا را خیه وطا داغی چی انتحاری باشندگان ولسوالی یاچین روی یان چی مظالم قماندان پولیس محلی یان محل خواندن در اینجا دست به تظاهرات زده بودند.
مقامات میگویند که این قماندان پلیس محلی ولسوالی اچین را حال همراه با دو برادرش بازداشت کردند. اعضای سازمان همکاری کشورهای اسلامی در نشست خود در شهر جده عربستان سعودی بار دیگر جنگ جاری در افغانستان را تقبیح و از روند صلح حمایت کردند. وزارت خارجه افغانستان گفته است که در نشست روز سه‌شنبه تأکید شد تا جهان با ویژه کشورهای اسلامی از روند جاری صلح افغانستان حمایت کنند. در نشست جده از نشست حدود 3000 عالم دینی افغان که چند ماه پیش در کابل برگزار شده بود و در آن بر ضد جنگ جاری در افغانستان فتوا صادر شده بود نیز حمایت صورت گرفت. سازمان همکاری کشورهای اسلامی با نشر اعلامیه‌ای از پادشاه عربستان سعودی به خاطر پشتیبانی از تلاش‌های صلح در افغانستان قدردانی کرده است. دوستان، قبل از این نیز عربستان سعودی در ماه جولای میزبان یک کنفرانس علمای جهان اسلام بود. در آن کنفرانس که حدود 100 عالم دینی از کشورهای مختلف مسلمان اشتراک کرده بود، جنگ افغانستان را مردود خواندند. با وجود این همه تلاش ها، خشونت ها در افغانستان کاهش نداشت. نتیجه این نشست دیروز در جده و پیامد آن بر وضعیت افغانستان چه خواهد بود؟ برای بررسی این موضوع فرصت داریم با محترم نصیر احمد اندیشه، معین اداری و منابع وزارت خارجه افغانستان که همکنون از طریق اسکایپ در برنامه با ما است، صحبت بکنیم. آقای اندیشه، سلام بر شما، تشکر از وقتتان. شما که خود جزء هیئت و یا هم رهبری کننده هیئت افغان در نشست دیروز بودین، نتیجه مفید نشست را چگونه بررسی کردین؟ چه نتیجه مفید داشت؟ با چرا اشتراک کنندگان جلسه دیروز و نشست ماه جولای در عربستان به گونه جدی قطعنامه یا فتوایی را در مورد جنگ افغانستان و عملکرد طالبا اعلام نمی کنند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ای را که دیروز در جده از طرف سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی برگزار شده بود، هدفش حمایت سیاسی کشورهای عضو کنفرانس کشورهای اسلامی یا OIC از قطعنامه کنفرانس بین‌المللی علمای اسلام بود که شما پیشتر به او اشاره داشتین و همچنان کنفرانس بعدی که در کابل گرفته شده. این به این معنا که کنفرانس علمای اسلام در ارتباط با موضوع افغانستان یک کنفرانسی بود که زیادتر به سطح جامعه مدنی و جامعه علما گرفته شده بود که او اساس ایدئولوژی که جنگ در افغانستان و حملات انتحاری را بالایش فتوا صادر کرد و دیدگاه و نظرات علمای اسلام به خصوص از خود گفتین فتوا صادر کرد. فتوا چی بود؟ خب شما حتما قطعنامه را دارین، قطعنامه صادر شده در این قسمت، قطعنامه اجلاس بین‌المللی علما که جنگ در افغانستان ناجایز خوانده، جنگ افغانستان از جهاد نخوانده و همچنان عملات تروریستی، عملات انتحاری در مجموع از نوع عملات حرام دانستن و در و اگر شما متوجه باشین و این وضعیت همچنان از طرف خود ملای امام مسجد مکه مکرمه هم این اظهارات صورت گرفت و همچنان از مدینه منوره. تشکر. آقای اندیشه، با معذرت صحبت شما را قطع میکنم، آیا نام مشخصی از طالبان در این جلسه گرفته شد؟ چرا مشخصا به طالبان پیام داده نمیشه؟ چرا نام از طالب گرفته نمیشه؟ خب ببینین، در جنگ افغانستان گروه‌های مختلفی شامل هستند، شریک هستند که طالبان یکی از گروه‌ها و معلوم‌دار برازنده ترین از این گروه‌ها. جلسه ای که ما دیروز داشتیم، این جلسه مشخصا موضوع بسیار واضح بود در بیانیه‌ای که ما داشتم، در صحبتی که سکرتر جنرال داشتن، گروه توریستی بلخص گروه طالبان در او هدف قرار گرفت و همچنان بحث رزی بود که زمان خشونت و ای اکستریمیزم در افغانستان و در موضوع افغانستان به ختم رسیده و تمام کشورهای اسلامی، یعنی هر 65 عضوی از این سازمان با دقت تمام از جلسه علما حمایتشان اظهار کردن و همچنان از تلاش حکومت افغانستان به خاطر رسیدن به صلح حمایت کرد. و آقای اندیشه، با معذرت، گزارش شده که طالبا برای انجام دور تازه ای که اونا میگن از گفتگوها و او هم در مورد تبادله زندانیان با مقامات آمریکایی آمادگی میگیرن. آیا در مورد از جانب واشنگتن بر شما معلومات داده شده و یا شما در جریان این مسئله هستین یا خیر؟ خب این معلومات ما هم از طریق شخصا من خودم زمانی که از طرف جده می آمدم از طریق رسانه ها و مطبوعات شنیدیم و می لحظم تازه کابل رسیدیم، شاید معلوماتی اگر وجود داشته باشه تو هنوز امرای ما شریک نشده.
ولی ما شما در جریان هستیم که دور اول ایره ما مذاکرات نمیگیم، دور اول نشست را، دور اول صحبت هایی را که بین نماینده اسبق ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان در جنوب آسیا با نمایندگان دفتر قطر صورت گرفته بود، از او آگاهی داریم و قراری است که اصل اساس مذاکره برای صلح دو اصل اساسی داره که از طرف رئیس جمهوری افغانستان و از طرف کنفرانس کابل اعلام شده که یکیش مذاکرات بدون قید و شرط است و مذاکراتی است که او به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان باشد. هر حرکتی که در محور امی دو اصل اساسی بچرخه فکر میکنم برای پروسه صلح افغانستان مفید و مهم خواهد. آقای اندیشه، شما تایید میکنین که طالبان با الیس ویلز نماینده و یا هم معاون وزارت خارجه ایالات متحده برای امور جنوب آسیا و مشخصا افغانستان و پاکستان در گذشته ملاقات کردند، چیزی که وزارت خارجه ایالات متحده تا ایره تایید نکردند. حالا امروز وزارت دفاع ایالات متحده و یا هم جمعتس اعلان کرد که آقای خلیلزاد جانشین الیس ویلز شدند. شما با آقای خلیلزاد در تماس بودین؟ آیا از اجندای کاریش برای تحقق مصالحه در افغانستان آگاه هستین؟ اونا چی میخوان بکنن و از کدام طریق میخوان طالبان را ترغیب به مذاکره بکنن؟ خب آقای خلیلزاد بعد از تعیینشان رئیس نماینده تا هنوز به کابل تشریف نآوردند. معلوم دار اجندایی که برای مذاکرات صلح وجود داره از کنفرانس بین المللی کابل نشأت میگیره و قسمی که گفتم دو اصل اساسیش مدیریت افغان ها و رهبری افغان ها از این پروسه و همچنان اصل مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان است. تمام تلاش های دیگه ای وجود داره، چی تلاش هایی که در سطح ایالات متحده آمریکا به حیث کشور کمک کننده و پارتنر بزرگ ما هست و چی تلاش های منطقوی دیگه به می اصل استوار است و هر گوهی اصل استوار باشه، ما روزنه ای را به طرف صلح و به طرف رسیدن بر مذاکرات اصلی باز میکنم. تشکر آقای اندیشه. از گزارش هایی که در مورد گفتگوی دوباره طالبان با هیئت آمریکایی بحث میشه، تاکید جدی طرف طالبان به خاطر تبادل زندانیا است و یکی از مسائل جدی برای طالبان آزادی انس حقانی از بند حکومت افغانستان و یا هم شما است. آیا گاه اطلاع حاصل کردین که طالبان میخوان از آمریکایی‌ها تا شما انس حقانی را آزاد بکنین و اگر بله چگونه؟ اینا فکر میکنم جزئیاتی است که در جریان مذاکرات، یکی بحث خود صحبت ها است، یکی فریمورک یا اجندای مذاکرات است و دیگه بحث جریان مذاکرات است. معلوم دار در مذاکرات صلح در سطح جهان در جایی که صورت گرفته یک سلسله به اصطلاح قدم های برای اعتماد سازی وجود داره و یکی از قدم های اعتماد سازی آتش بس است، یک قدم دیگه اعتماد سازی تبادله زندانی های است که جزئیاتی است که معلوم دار وقتی دو طرف دولت افغانستان با گروه طالبان روی ازی جزئیات میشنن صحبت میکنن، مطمئن هستم که راههای بر رسیدن به راه حل. در نهایت شما آماده پذیرش پیشنهاد طالبان بر آزادی از نس حقانی رهبر شبکه تروریستی حقانی هستین، برادر رهبر شبکه تروریستی حقانی؟ نه خیر، ما تو چیزی نگفتم براتون. ما گفتیم که وقتی که مذاکرات صلح صورت میگیره در هر جای جهان قدم های برای اعتماد سازی وجود میداشته باشه، تبادله اسرا و آتش بس از قدم های عمومی برای ایجاد فضای اعتماد است. آقای اندیشه، معین وزارت خارجه افغانستان، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور یافتین. با امید بحث در برنامه بعدی. شما سلام. دوستا، با آغاز ماه محرم نگرانی ها درباره چگونگی تامین امنیت مراسم عاشورا در کابل افزایش یافته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید برای تامین امنیت مراسم عاشورا تدابیر ویژه‌ای را روی دست گرفته است، اما مردم میگویند که نگران حملات احتمالی هراس افغانان هستند. در این حال 505 باشنده غرب شهر کابل برای حفاظت از بیش از 100 مسجد و تکیه خانه مسلح شدند تا در تامین امنیت مراسم عاشورا کمک باشند. کابل و به ویژه غرب این شهر آماده بزرگداشت از ماه محرم و مراسم عاشورا می شود. زیر سایه تهدید گروه های حراس افغان و به خصوص داعش که در یک سال اخیر 10 حمله انتحاری را در غرب کابل انجام داده است. مردم می گویند که تهدید حملات احتمالی این گروه بالقوه وجود دارد و آنان نگران این وضعیت هستند. سپرد ما به خدا نگران هستیم. تنها ما نه، کل مردم، شاید کل کابل نگران باشند. باید امنیت گرفته شود. امنیت مردم گرفته شود که مردم به خیر به خوشی همی مراسم سپری کنند. در دو سال اخیر مساجد و اماکن مذهبی شیعیان هدف حملات پیهم داعش بوده است.
حالا وزارت داخلی افغانستان به 505 باشنده غرب کابل جنگ افزار توزیع کرده است تا در کنار پلیس امنیت 101 مسجد را تامین کنند. گروهی برآمده که به کودک رحم نمیکنه، به ورزشکار رحم نمیکنه، به دانشجو رحم نمیکنه، به خبرنگار هم تا رحم نمیکنه، به هیچ مردم رحم نمیکنه. به خاطر این مزی ما صلاح به دوش کشیدیم تا اینکه امنیت مردم خود بگیریم. وزارت داخلی افغانستان میگوید از هر آنچه که در توان دارد برای تامین امنیت مراسم عاشورا استفاده خواهد کرد. بیشتر تمرکز ما روی مساعات خود بود کاسی پذیر است. ارگانهای کشفی و استخباراتی را بیشتر به کار انداختیم و تقویه کردیم و در پهلویش کار مشترک، پلان مشترک ساخته شده برای تامین امنیت ایروسا. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم در دیدار با نمایندگان غرب کابل و علمای اهل تشیع گفته است که برای تامین امنیت مراسم عاشورا تدابیر درجه یک گرفته شده است و قرار است که برای امنیت غرب کابل نیز از مدل امنیت ساحه سبز استفاده شود. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل. در این حال عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان میگوید که دهشت افغانی افغانستان را از رسیدن به رفاه باز نخواهد داشت. او تاکید کرد که طرف ها در تلاشند تا افغانستان را در مرحله گذار به سوی رفاه ناکام سازند. آقای عبدالله این سخنان را در مراسم گشایش دومین نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و هندوستان در شهر ممبئی هند بیان کرد. در این نمایشگاه سه‌روزه تولیدات 60 شرکت به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه از سوی اداره ایالات متحده برای انکشاف بین المللی راه اندازی شده است. شورشگرایی و جرایم علیه مردم ما ادامه دارد و دهشت و کوشش برای آن توسط کسانی است که افغانستان را مرفه نمی‌خواهند. سال گذشته نیز ما برای شرکت در این نشست آمادگی می‌گرفتیم و یک واقعه در کابل رخ داد. آنها می‌توانند باعث تعویق شوند ولی نمی‌توانند ما را متوقف سازند. جان باس، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، نیز در صفحه فیسبوکش نوشته است که تلاش می‌شود تا با راه اندازی چنین نمایشگاه‌ها سرمایه گذاری های بیشتر را در افغانستان جلب کرده تا افغان ها به ثبات اقتصادی برسند. یک نظرسنجی که به گونه مشترک از سوی ABC نیوز و واشنگتن پست انجام یافت نشان می دهد که تقریبا نیم نفوس ایالات متحده به این باورند تا کانگرس ایالات متحده استیضاح رئیس جمهور ترامپ را آغاز کند. اما با وجود این هم قانونگذاران دموکرات علاقه‌مند این موضوع نیستند. جزئیات بیشتر این نظرسنجی را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و هم اکنون از جلو عمارت کانگرس در برنامه با ما هستند. عزیز جان سلام دوباره. جزئیات این نظرسنجی آیا پیش شما است؟ چه بوده و استیضاح رئیس جمهور تا چه حد امکان دارد؟ تشکر آقای ضیاء. این نظرسنجی ماه گذشته صورت گرفته بود، نتیجهش هم ناوقت ماه گذشته نشر شد. در این نظرسنجی از مردم یک پرسان شده که آیا کانگرس ایالات متحده استیضاح رئیس جمهور را آغاز کند یا خیر. 49% مردم جواب بله و 46% دیگر باز جواب نه خیر را انتخاب کردند. بر اساس قانون یا حصول در ایالات متحده، استیضاح رئیس جمهور صلاحیت های مجلس نمایندگان کانگرس است، ولی با در نظر داشت اکثریت مجلس نمایندگان که در کنترل اعضای جمهوری خواست، استیضاح رئیس جمهور بعید به نظر میرسه. و از جانب هم با در نظر داشت انتخابات میان دوره‌ای که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود، قانونگذاران هر دو حزب در عوض موضوع استیضاح بیشتر متوجه موضوعات دیگر مثل شغل یا کاریابی و می ترتیب بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور، موضوعات مربوط به صحت و غیره می باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره در مقابل حامیانش روی موضوعات مورد پسند خود صحبت میکند. این موضوعات شامل رشد اقتصادی، اعمار دیوار سرحدی با مکسیکو و مسائل دیگر میباشد. اما حال موضوع استیضاح وی از جانب کانگرس نیز در این فهرست افزوده شده است. میگویند که او را استیضاح میکنیم، اما او به خوبی کار میکند. مهم نیست، باید داشته باشیم که او کار خوب میکند. یک نظرسنجی اخیری که با گونه مشترک از سوی ABC نیوز و واشنگتن پست انجام یافته است نشان می‌دهد که 49% آمریکاییان به این باورند تا کانگرس استیضاح رئیس جمهور ترامپ را آغاز کند. اما دونالد ترامپ با استفاده از این تهدید حامیان خود را برای انتخابات میان دوره‌ای کانگرس تشویق می‌کند. اگر این کار صورت بگیرد، مقصر شمایید، به خاطر که در رای‌دهی اشتراک نکردید.
قانونگذاران دموکرات تا حال در مورد استیضای رئیس جمهور خاموشند. آنان ترجیح می‌دهند تا منتظر نتیجه تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 باشند. اجازه دهید تا در مورد استیضاح رئیس جمهور بگویم که نمی‌توانیم در این مورد برخورد سیاسی کنیم. ما باید در جستجوی حقیقت باشیم. در گذشته نیز دموکرات‌ها چنین ابراز بی‌میلی کرده اند. در ماه اکتبر سال 1998 قانونگذاران جمهوری خواه روند استیضای رئیس جمهور بیل کلینتون را بر اساس ادعای آغاز کردند که گویا بیل کلینتون در تحقیقات در مورد رابطه او با مونیکا لوینسکی، یکی از کارمندان سابق قصر سفید، مانع ایجاد کرده و قانون را نقض کرده بود. این کار باعث شد تا رای دهندگان دموکرات را برای انتخابات یک ماه پس از آن تشویق کند. در حال حاضر تعداد زیاد دموکرات ها این موضوع را نادیده می گیرند. ولی این وضعیت ممکن پس از انتخابات میان دوره‌ای کانگرس تغییر کند. اما با وجود آن که دموکرات ها موفق به کسب کرسی های بیشتر نیز شوند، روند استیضای رئیس جمهور با یک آزمون بزرگ سیاسی در کانگرس روبرو خواهد بود. خب یک موضوع بدور از استیضای رئیس جمهور ایالات متحده ولی مرتبط به کانگرس. قانونگذاران ایالات متحده از جنگ در یمن خسته شدند و ناخرسند هستند. کانگرس ایالات متحده با مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا تا پایان امروز این مهلت را داده تا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اطمینان را حاصل کنه که به خاطر کاهش تلفات ملکی در یمن اقدامات یا گام‌های مستحکم و اساسی را برمی‌داره. البته در این رابطه همکار ما یلدا بکتاش یک گزارش مفصل را تهیه دیده که با هم یکجا می‌بینیم. جنگ شدید در یمن ادامه دارد. نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی و حمایت آمریکا از سال 2014 به این سو با شورشیان حوثی که مورد حمایت ایران هستند در حال نبردند. در این میان غیر نظامیان به ویژه کودکان قربانیان اصلی این درگیری ها هستند. شماری از قانونگذاران آمریکایی میگویند که آنها به قدر کافی شاهد این خشونت ها بودند. اردوی ما هنوز هم در یمن به این جنگ مداخله جویانه در کنار عربستان که توسط کانگرس اجازه آن صادر شده ادامه می دهد. ایالات متحده باید به حمایت خود از عربستان جنگ های مداخله جویانه که باعث ویرانی، مرگ و رنج مردم در سرتاسر جهان می شود خاتمه دهد. اما جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده از حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان دفاع می کند. در مورد موضوع یمن، ما از حق همکارمان عربستان برای دفاع از تمامیت ارضی خود حمایت میکنیم و میدانیم که برای پایان بخشیدن به درگیری ها یک راهکار سیاسی لازم است. ماتیس میگوید که واشنگتن با عربستان در حال گفتگو است تا شمار تلفات بمباران ها را کاهش دهد. در آگوست امسال یکی از همین بمب ها به یک بست حامل کودکان برخورد کرد که منجر به مرگ حداقل 40 کودک شد. کانگرس تا پایان امروز به وزیر خارجه ایالات متحده مهلت داده است تا تضمین کند که ائتلاف و رهبری عربستان قدم‌هایی را برای کاهش تلفات غیرنظامی برمی‌دارد. اگر پامپیو نتواند چنین تضمین دهد، ماده علاوه شده به بودجه دفاعی آمریکا این کشور را از دادن سوخت به تیاره‌های نظامی عربستان منع خواهد کرد. اما به گفته تحلیلگران، برخلاف تلفات سنگین جنگ یمن و هزاران بجا شده در این درگیری ها، انتظار نمی رود که اداره ترامپ مانند رئیس جمهور پیشین به حمایت نظامیش از عربستان خاتمه دهد. فکر نمی کنم مخالفت در حد باشد که باعث تغییر در جریان این جنگ شود. با توجه به نزدیکی حکومت ترامپ با عربستان، آنها به حمایت از عربستان ادامه خواهند داد. اشمت میگوید که فشارها به اندازه کافی قوی نیست تا ایالات متحده را از حمایت حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان باز دارد، زیرا از هان عمومی آمریکایی ها آنقدر با مسائل دیگر درگیر است که توجه جدی به یمن ندارند. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. طوفان شدید بحری موسوم به فلورانس به سمت سواحل شرقی ایالات متحده در حال حرکت است و انتظار می‌ره که تا ختم هفته به این مناطق برسد. دستور تخلیه اجباری به باشندگان ایالات‌های کارولینای شمالی و جنوبی صادر شده و بیش از 1 میلیون تن از مناطقشان به دلیل رسیدن این طوفان هم بیجا شدند. مرکز ملی ارزیابی طوفان ایالات متحده گزارش داد که انتظار ندارند طوفان فلورنس به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه جزایر برمیودا و بهاماز را
تحت تاثیر قرار دهد. اما چنین معلوم می شود که در اواخر روز پنجشنبه به ایالات کارولینای شمالی و جنوبی می رسد. مردم در ایالت کارولینای جنوبی خریده های ریگ را خریداری می کنند تا مانع ورود سیلاب به منازلشان گردد. این در حال است که والی آن ایالت به تمام شهروندان ساحلی هدایت داده تا آنجا را ترک کنند. چنین پیشبینی می شود که حدود 1 میلیون نفر آن منطقه را ترک کنند. هنری مکمستر والی ایالت کارولینای جنوبی می گوید طوفان بری به سوی ما در حرکت است که ممکن ارتفاع آن 10 فیت باشد، شاید هم بیشتر و یا کمتر، این را نمیدانیم. بعد از آن سیلاب ها به سمت ما می آید. ما با یک حادثه واقعی روبرو هستیم. کارولینای شمالی با باشندگان یک عده از جزایر دیگر مثل هاتیراس هدایت داد تا آنجا را ترک گویند. رئیس جمهور ترامپ به روز دوشنبه طی توییت مردم را ترغیب کرد تا محتاط باشند. برایم خبر دادند که این یکی از بدترین طوفان هاست که ساحل شرقی را صدمه می زند. همچنان چنین معلوم می شود که مستقیماً با کارولینای شمالی، جنوبی و ویرجینیا را تحت تاثیر قرار می دهد. لطفاً آماده باشید، احتیاط کنید و مسئول باشید. آقای ترامپ همچنان با والیان ایالاتی که در مسیر طوفان فلورنس قرار دارد صحبت کرده و آنان را اطمینان داد که کمک فدرال در حال آماده باش است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. طبق نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز، هند خطرناکترین کشور برای دختران جوان و زن هاست. فعالان حقوق زنان میگویند که خشونت‌های جنسی و تبعیض علیه زنان در کشورهای آسیا توسط خود زنان تحمل میشود. در این بخش به موضوع فعالین جوانان زن در هند میپردازیم و سحر عظیمی در استودیو با خود داریم تا معلومات بیشتر را با شما در میان بگذاریم. سحر جان سلام، چرا هند خطرناکترین کشور برای دخترهای جوان و یا همزنان خوانده میشه؟ با سلام به شما و دوستان بیننده، هند به دلیل سنتی بودن مفکوره مشابهی که به کشورهای مانند افغانستان دارد که در آن یک زن یا یک دختر جوان خود را مسبب برخی خشونت هایی که بر او می رود تلقی می کند و آن را قبول و تحمل می نماید. کشور هند که بزرگترین دموکراسی جهان است نیز با این مشکل روبرو است و دختران هندی کمتر جرأت می کنند که در این مورد صحبت کنند. برخی فعالین حقوق بشر و حقوق زنان مانند کنگارانوت، هنرپیشه هندی، نیز با واکنش منفی بعد دلیل مطرح ساختن این موضوعات مواجه می شوند. شرح بیشترین گزارش را تقدیم می کنیم. کنگارانوت، هنرپیشه بالیوود، بار دیگر صدای خود را علیه خشونت بر زنان در هند بلند نمود. او در یک نشست مطبوعاتی گفت که به زنان باید این جرأت داده شود که در صورتی که عمل غلطی با آنها صورت می گیرد بلند صحبت کنند. این هنرپیشه در گرده همایی در شهر دهلی جدید که روی هدف افزایش آگاهی عامه در مورد خدمات اجتماعی تدویر شده بود گفت که در هند شیوه تربیت یک دختر با یک پسر متفاوت است و این موضوع باعث می شود که اگر عمل بدی علیه یک زن صورت می گیرد او فکر کند که عادی است و علیه آن اعتراضی نکند. شما تفاوت در روش تربیت خود را با برادرتان حس نمی کنید، چون تمام زنانی که در اطراف شما زندگی می کنند این گونه بزرگ شدند و بیدار شدن به این واقعیت یک چالش بزرگ است و ما باید زنان را بیدار سازیم تا آن را متحمل نشوند. جنایات جنسی علیه دختران و زنان جوان در هند گسترده است و یکی از بزرگترین مشکلات رسیدگی به این معضله مدت زمان پروسه محاکمه این جرایم است. محاکمه این جرایم بین 5 تا 10 سال میتواند طول بکشد. در کشور ما هیچ کس نمیترسد. آنها فکر میکنند که میتوانند هر کاری را با هر زن انجام دهند و با آن کنار بیایند و سیستم قادر به انجام هیچ کاری با آنها نخواهد بود. با وجود موجودیت محکمه های سریع الاجرا در بخش جرایم علیه زنان، هند هنوز شماره اندکی از محکمه ها و سارنوال ها را برای نفوس 1.3 میلیارد نفری داراست. این در حالی است که فعالان مدنی در هند برای حل بحران خشونت های جنسی علیه زنان با تقدیر از زنان سنت شکن در این راستا میخای آخر را بر تابوت این تابو که در عمق جامعه هند ریشه دوانده میکوبند. سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بخشداری تلویزیون آشنا خاتمه یافت، اما نشرات تلویزیون در نیم ساعت بعدی به میزبانی همکارم سید سلیمان آشنا ادامه خواهند داشت. آقای آشنا در استودیو تشریف